سلام محمد دوستان خوبم در هستین من علی رجبی هستم امروز راجع یک نکته ظریفی میخوام صحبت بکنم برای همه کسایی که کار فوتو مونتاژ میکنن یا بک‌گراند سوژه هاشون میخوان عوض بکنم و شاید به این مشکلی که ما الان بهش بررسی در واقع میخوام بررسی بکنیم خیلی زیاد برخورد باشه من راجع به نکته میخوام صحبت بکنم که میتونه براتون مفید باشه شما معمولا وقتی سوژه ای رو دارید و انتخابش میکنید من نمیدونم ممکنه با استفاده از ابزار Quick Selection این کارو بکنید قطعا اگه بک‌گراندتون تخت باشه و قاعدتا شما وقتی می‌دونید دارید کار می‌کنید توی استودیو عکس می‌کنید بک‌گراندتون رو مشخص می‌کنید یا با هر ابزار دیگه ای زمانی که سلکتتون رو انجام میدید فرض کنید من روی این کلیک میکنم درگ میکنم خیلی ساده با ابزار کویک Selection سلکتش میکنم حالا من قبلا این سلکت رو انجام دادم و در چنل ذخیره کردم اینجا بیام در چنل خیلی راحت کنترل یا کامند نگه روی لایم یا روی چنل آلفا کلیک میکنم تا سلکشن من لود بشه همه شما این رو میدونین قبل این کار رو من انجام دادم خب همه ما میدونیم که بهترین فرمانی که میتونه به ما کمک بکنه که ما سوژمون رو جدا بکنیم و بتونیم روی لبه هاش کار بکنیم و این موها رو خوب در بیاریم فرمان ریفاین اج ولی اصلا بحث من امروز راجع موها نیست یعنی خیلی از اوقات این لبه ها حتی اگر شما با ابزار پن هم سلکت بکنید ممکنه که شما اذیت بکنه به چه دلیل الان میخوام راجعش بحث بکنم رو کلیک میکنم و سوژم رو جدا بکنم قطعا میام با استفاده از ابزار ریفاین رادیوس کمی موها رو مانو میدم روش و سعی میکنم که موها رو خیلی خوب در بیارم اینجا تا به اون نتیجه که خودم دارم میخواد برسم و به ظاهر هم لبه های سوژه من خیلی خیلی خوب در اومد برای اینکه خروجی ازش بگیرم حتما در قسمت اوتپوت حالت نیو لایر ویت لایر ماسک رو انتخاب میکنم تا سوژه من رو در یک لایه جدید و با یک ماسک جدید قرار بده نیو به لیر ماسک رو انتخاب میکنم با این آپشن هایی هم که اینجا از کاری ندارم اوکی رو میزنم تا سوژه من انتخاب بشه و در لایه دیگه قرار بگیم اگه زوم بکنم دوستای خوب من دقت بکنید اگر شما اینجا الان زوم بکنید میبینید که خیلی از اوقات پیکسل های این کنار هستن یا این لبه هستن که چسبیده به آبجکت شما و ممکنه شما رو اذیت بکنن ممکنه شما با فدر بخواید از بین ببریم. شاید براتون سخت باشه ممکنه بخواین سلکت کنید دیلیت کنید ممکنه اذیتتون بکنه خط بندازه و این پیکسل های اصلی تصویر شما از بین من روش جالبی رو بهتون پیشنهاد میکنم که میتوید حتما انجام بکنید من میام خیلی راحت با استفاده از ابزار لاسا تول سوژه رو موها رو اینارم سوژه رو انتخاب میکنم خیلی ساده به این شکل. و حتما میام و مسکش رو فعال میکنم لیر ماسکم رو فعال کردم یعنی میخوام روی لیر ماسک کار بکنم خیلی ساده زومین میکنم که شما هم ببینید میام در منوی فیلتر در زیر مجموعه بلر فرمان یه فیلتر گازی بلر رو انتخاب میکنم عدد یک یا دو بسته به اندازه تصویرتون داره طوری که این پیکسل میبینید کاملا سفید شده این پیکسل هایی که چسبیده بودن به پیراهن سوژه من سفید بودن یک پیکسل یا دو پیکسل فرقی نمیکنه انتخاب میکنید عدد رو تعیین میکنید و اوکی میکنید به اینکه اوکی کردید یعنی اول میاد فیلتر بلر و گازیان بلر یک پیکسل دو پیکسل سه پیکسل پنج پیکسل بسته به ابعاد تصویرتون اون رو سَت میکنید و من اوکی رو میزنم بعد خیلی خیلی ساده میاد یعنی در منو ایمیج در زیر مجموعه ادجاستمنتس و روی فرمان لولز کلیک میکنید باکس لولز برای شما باز میشه خیلی ساده شدوها رو افزایش میدید خیلی راحت کلیک میکنم و درگ میکنم خوب نگاه کنید خیلی ساده به راحتی کنتراست در لبای من بالا میره و تمامی اون پیکسل هایی که اضافی بودن حذف میشن و من به راحتی سوژم رو نه تنها سلک کردم بلکه به خود معروف کاملا بهینش کردم و کاملا از اون فرمتی که من رو اذیت میکرد خارج کردم با یک زوم آت ساده میبینم که لبه های من کاملا تمیز در آمدن و به قول معروف کار من رو راحت کردن خیلی راحت اگر بیام در زیر مجموعه هیستوری اینجا و بیام توی این قسمت تو قسمت ریفاین ایج و زومین بکنم اینجا تصویر من در حالات قبل و بعد خیلی راحت اینها رو از بین بردن و خیلی ساده با استفاده از بلر و با استفاده از لول تونستم لب های سوجن رو کنترل بکنم نکته که از اهمیت دوستای خود اینه که شما باید دقت بکنید که اگر شما از ابتدا میدونید که دارید چیکار میکنید یعنی میدونید که سوژه رو که دارید عکاسی میکنید میخواید بک‌گراندش رو عوض کنید و میدونید که اگر میخواید فوتومونتاژ انجام بدید دارید تو استودیو کار میکنید و نور پردازی میکنید قطعا یا بک خاکستری انتخاب میکنید یا بک‌گراند سبز انتخاب میکنید برای اینکه به راحتی این کارو بتونید